خب میخوایم شروع کنیم مقاله 49 فدرالیست رو نگاه بکنیم توسط مدیسون در دوم فوریه 1788 نوشته شده، تقریبا ادامه مقاله قبلیه که در رابطه با تفکیک قوا و کدوم قوا رو از بیشتر مواظبش بود که احتمال داره نه تنها پاشو از دایره حقوقی خودش بیرون بذاره، بلکه سعی بکنه که مستقیم یا غیر مستقیم به دو قوه دیگه دیکته بکنه. بعد اینجوری شروع میکنه که The author of the notes on the state of Virginia quoted in the last paper has subjoined to that valuable work the draft of a constitution which had been prepared in order to be laid before a convention expected to be called in 1783 by the legislature for the establishment of a constitution for the commonwealth. اگه یادتون باشه تو مقاله 48 یه صحبتی میکنه راجب تنها کتابی که یا یه چیزی که اندازه یه کتابی که توماس جفرسون نوشته که یک کنسول یا سفیر فرانسوی خواسته بود که یکی از این آمریکایی‌ها راجب یه ایالت راجب تاریخ و جغرافیا و وضع همه چیزه یه ایالت بنویسه که توماس جفرسون راجب ایالت ویرجینیا نوشت. وقتی میخونید میبینید که بعضی جاش یکی دو جاش خیلی زننده است و میبینید که متاسفانه یک کسی حتی به آزادگی جفرسون چقدر حرفای رکیک و افکار واقعا عقب افتاده. البته در نظر ما در اون زمانی که اون نوشته بود 99% سفیدپوستای آمریکا اون نظر رو داشتن. حالا بگذاریم، مدیسون میگه همین آقای جفرسونی رو که ما خیلی علاقه داریم و خیلی بهش احترام میذاریم و الانم توی فرانسه سفیر آمریکاست، به فرانسه در سال 1783 که تو ویرجینیا بود به مجلس ویرجینیا گفته بود که یه چیزی رو ضمیمه کرده بود که امیدوار بود که بشه یا توی قانون اساسی اون زمان ویرجینیا ضمیمه بشه یا وارد بشه یا حداقل اثر مثبتی داشته باشه. و اونم حرفیه که میزنه راجبه اینی که چجوری باید مواظب باشیم که مثلا دو تا از این سه قوه دست به هم ندند و سرکوب بکنند قوه دیگر رو، به دلیل اینکه این خودشون تجربه کرده بودن و میدونستن که خیلی احتمال داره که یکی یا شاید دو تا این کارکنای یه قوه یا دو قوه با هم بالاخره دست به دست بشن و جلوی کارایی قوه دیگر رو بگیرن. که میگه از خود جفرسون توی پاراگراف دوم مقاله 49 نقل میکنه که that whenever any two of the three branches of government shall concur in opinion each by the voices of two-thirds of their whole number that a convention is necessary for altering the constitution
or correcting breaches of it, a convention shall be called for this purpose. خب میگه که جفرسون هم اومده تازه یه توصیه دیگه کرده که اگه دو تا اعضای اکثریت اعلای دو تا از این سه قوه تشخیص داد که قانون اساسی یه ایرادی داره یا متممی احتیاج داره، دو سوم اعضای دو تا از این قوات بتونه برای اضافه کردن یه متمم یا حتی برای اینکه یه کنوانسیون جدیدی برای رفع این مشکل تشکیل بدن، میگه این با این دو سوم دو قوه این کار شدنیه. و حالا ببینید مدیسون چی، حواستون باشه که یادتون از صحبت کردیم در این زمان جفرسون در فرانسه است دیگه. As the people are the only legitimate fountain of power and it is from them that the constitutional charter under which the several branches of government hold their power is derived, it seems strictly consonant to the republican theory to recur to the same original authority, not only whenever it may be necessary to enlarge, diminish, or new model the powers of government, but also whenever any one of the departments may commit encroachments on the chartered authorities of the others. اولین حرفی که میزنه میگه مردم سرچشمه حقوقیه که داده شده، ببخشید، یعنی سرچشمه حقوقی که به دولت داده شده مردمن، یعنی مردمن که همه کارن. حرف آخر رو میزنه. ببخشید این سرفه میکنم. خلاصه مدیسون میگه که مردم همه کارن، مردمن که اصلا جون دادن به این دولت، جون دولت جون دولت دست مردمه، پس مردم همه کارن. پس ما باید ما یه مکانیزمی داشته باشیم که اگه یه وقتی یکی این قوات یا دوتاشون کار خطایی کردن، ما بتونیم دو مرتبه از مردم اجازه بخوایم یا از مردم بخوایم بگن به ما که چه کار راجع به این مسئله بکنیم. ولی یه ولی خوشگلی میکشه اینجا، میگه که درسته که مردم همه کارن، ولی ما اگه هر دفعه که یه مشکلی برامون پیش اومد بخوایم دو مرتبه بدویم بریم مردم بگیم آقا بیاید ما رو کمک بکنید و اینا، اصلا مردم یواش یواش اعتمادشون رو از دست دولت از دست میدن. یعنی چه دولتیه که هیچ کار نمیتونه بکنه، هر لحظه میاد از ما اجازه میخواد یا از ما نظرمون رو هر لحظه میخواد. این حرفا رو میزنه به دلیل اینی که این آنتی فدرالیستا که این مقاله ها رو مینوشتن، خیلی هاشون یواش یواش داشتن میگفتن که باید یه کنوانسیون دیگه شبیه فیلادلفیا را بندازیم که یه قانون اساسی درست حسابی تری بده بیرون. و مدیسون و کسایی که رفته بودن توی کنوانسیون فیلادلفیا، اکثریت غالبشون یه همچین چیزی رو نمیخواستن، چون میگفتن یه همچین چیزی بشه تمام کاسه کوزه همه این چیزی رو که ما دادیم بیرون میزنن و میشکنن و داغون میکنن. پس مدیسون هیچ رقم نمیخواستش که یه کنوانسیون دیگه ای را بیفته. حالا تو این ویدیوهایی که من
چسبوندم به این آلبوم پلیلیست، حتما شما چند تاشو گوش کردید و به این مسئله اشاره میکنه. حتی بعضی هاشون میگفتن شما باید قول بدید که متمم قانون اساسی مینویسید، تازه ما بهتون قبول میکنیم این قانون اساسی رو. این میگفت نه، شرط و شروط نذارید، ما میریم روش کار میکنیم، ولی شما نمیتونیم بیام روی ورق بهتون امضا بدیم که ما حتما به شما قول دادیم که متمم مینویسیم. میخواست یه حالتی باشه اینا اصلا به همدیگه ربطی نداشته باشه، ولی خب ما میدونیم که در اولین کنگره آمریکا مخصوصا به سرکردگی مدیسون اون 10 تا متمم مهم قانون اساسی آمریکا رو نوشتن. خب که تقریبا بدون اون 10 تا قانون اساسی و 10 تا متمم اول اصلا این قانون اساسی معنی نداره. حالا بلن با اجازتون.